به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار گرامی. من جنتی هستم، احمد جنتی هستم در خدمتتون برای پاسخدهی و بیشتر صحبت کوتاه ما منجر به پرسش و پاسخ خواهد بود و سوالاتی رو که شما دارید توی این زمینه رو می‌تونم پاسخ بدم. در چقدر رغبت برای دیدن جواب محلی وجود داره و توجه توریست ها بیشتر روی چه زمینه هایی هست؟ فرهنگ هنر چه سوغات هایی هست که بهش اونها رو تبدیل به مرامی درآمدی کنه؟ میفرمایم که توی تورهای ورودی تو چه جوامع محلی رو دوست دارم ببینم و سوغات هایی که میبرن از کشور ما چی هست؟ درست خب هر دو موضوع که توریست هایی که میان داخل کشور دوستان با صنایع و علایق مختلف میان. یه سری ها جنگل دریا رو دوست دارن و چون کم پرزنت شده و به طبع کشور اروپایی آب و هواش با استان گیلان ما یکی هستش کمتر میان. جوانه محلی اینجا رو زیاد دوست ندارن چون کم تاکید میکنن، چون کمتر پرزنت شده، کمتر توضیح براش داده شده. و از اون طرف هم جوانه روستایی مرکزی ایران بیشتر مد نظرشون هستش، مثلا کبیر لوت. حالا روستاهاش میشه اسم روستای برزنه رو نام برد، مثلا بارانداز رو نام برد، مصر رو نام برد و ایران رو، حالا من میخوام بگم به غلط، بیشتر کبیر میپندارن. یعنی ما گروه اسکی داشتیم که طرف اومده بود برای اسکی، میخواست توی المپیک شرکت کنه، پیست دربنسر ما توی تهران، آب و هواش خیلی مناسب برای اون آدم بود. یک نفر بود میخواست شرکت کنه، یک گروه 15 نفر همراهش اومده بودن و برای فانشون میگفتن ما میخواد کبیر رو هم بریم ببینیم. رفتن کبیر رو هم دیدن و با هم پیست اسکی، با هم اسکیاشون در واقع یه سری عکس توی کبیر گرفتن که میگفتن خودشون واسه ما خیلی هم خوب شد اتفاقا. در واقعش پرزنت میکرد که میگفتش که این شکلی نیست که ایران فقط هم کبیر باشه. و خب سوغات ایران هم که شما مثال میزنید، خب ایران رو به فرش میشناسن، به خاویار میشناسن، چیزی که حالا خاویار که نمیتونم در خیلی بخرم ببرم اذیت کننده میشه به خاطر اون بحث اکسپایرشن دیدش. فرش، زعفران، پسته سوغاتی اصلی هستش که خارجی از خارج از کشور میبرن. میفرمایید که حرف شنوی هم دارن از راهنما. دوستان کسی که میاد و شما رو به عنوان راهنما انتخاب میکنه فردی هستش که کاملا واقفه که شغل راهنما چیه، داره چه کاری انجام میده و شما رو بعضا مثل بزرگ خودشون، حتی از نظر سنی که 99 درصد با شما سنتون کمتر از 20 خواهد بود، شما رو حرفاتون رو قبول میکنن. هر اون چیزی که شما بگید، یه بحثی رو آقای مهتم مطرح کردن، بعض حقوق، به حقوق خودمون قانع باشیم، واقعا به راحتی میدونید سر توریست کلا بذارید، ولی نکنید. این کار رو نکنید که هم اعتبار خودتون، هم اعتبار خودمون زیر سوال نره. و موقعی که بیان بگن که ببخشید این واژه رو استفاده میکنم، جایگاهش اینجا نیست، فلان لیدر دوست نیست، همین میشه ارتباطات شما، همین میشه که امسال چهار تا دونه تور میدی برای شروع کار، سال بعد نمیرسی چه طورم جواب بدی، موقعی که اون میهمان قایب اون حاضر شود تو داره صحبت کنی. خواهش میکنم. آینده نزدیک در بحث ورودی ها رو چجوری میبینید با این اوصاف؟ بله دوستان بفرمایید که آینده نزدیک تورهای ورودی به کشور رو چطور میبینید؟ درست دارم پرسیدم؟ دوستان آینده رو خب هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. آینده حالی که داره پیش میره الان بعد اینترنت خب اینو شما در نظر بگیرید که ما عرض کردم 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمینه. از این افراد، از این 8 میلیارد نفر تعداد افراد زیادی هست که میخوان ایران رو ببینن تو هر شرایطی باشه. ما حتی نمیدونم دوستان چند نفر شد نمایشگاه تهران گردشگری تهران حضور داشتن، ما برفه‌ای داشتیم به اسم گردشگری جنگ، یعنی سیاه‌ترین دارک‌ترین حالت ممکنه دیگه. ولی چیزی که من به عنوان ترابل ایجنت دارم می‌بینم، همین الان درخواست، همین الانی که داریم در واقع ریال تایم داریم با هم صحبت می‌کنیم، همین الان درخواست پروژه ورودی ما داریم و
از کشور آلمانی که اومده تو ردلاین قرار داده ما رو، اتریشی که ما رو توی ردلاین قرار داده، و همین الان توریست داریم، همین الان انشاءالله از دوستانی که کارت دارن، دوستانی که با تجربه هستن استفاده خواهیم کرد، و ما هم اولویتمون اینه که از بچه های استان گیلان استفاده کنیم برای برگزاری تورهای اینکامینگ. رتبه ایران از متاسفانه ایران با توجه اتراکشن های زیادی که داره 52 تا نقطه ثبت توی یونسکو داریم، ولی تعداد جمعیت، تعداد ورودی که ایران داریم خیلی بالا نیست. آماری که ارائه میکنه دوستان توجه کنید، آمار دولتی هستش. ما واقعا برای توریست توی امسال کسانی که دارن واقعا کار میکنن، نه کسانی که فقط آمارگیری میکنن، کسانی که دارن کار میکنن هر روز دیگه توی استان گیلان فکر نمی‌کنم از آقای استاد مهین بالاتر داشته باشیم، که خودشون گفتن که دو تا دونه توره مثلا دو هفته‌ای داشتن. ما وقتی شما میگید آمار چقدره، منظور اون آمار ترانزیتی هم که یه راننده مثلا ترکی که میاد داخل به عنوان یک توریست میشمارنش، اون رو هم دارید حساب میکنید یا نه؟ ولی ما کسی که در واقع بهش تور بفروشیم، اکومودیت بهش بدیم، راهنما براش بذاریم، متاسفانه امسال خیلی جالب نبود، ولی از پارسال خیلی بهتر بود. دوستان توجه کنید این موضوع رو ببینید که حالا کرونا با همه بد بودناش، همه می‌دونیم که کرونا چه بلای سر اون آورد، من می‌خوام بگم که یه نعمتی بود برای گردشگری، چون خیلی از اتفاقات رو شست برد. همه تا قبل از کرونا همه در مورد هواپیمای اوکراینی صحبت می‌کردن، تا قبل از کرونا همین پیرامون همین مسئله که اینجا مطرح شد در مورد شهید شدن سرباز سلیمانی صحبت می‌کردن، و این کرونا باعث شد که دو سال و نیمی که زمان بود، دو سال و نیمی که پیش بود، همه اینا شسته بشه بره. الان کسی ایران رو به خاطر اون داستان هواپیما یا به خاطر سرباز سلیمانی یا به خاطر اینا نیستش که ترکش میکنه. اتفاقی که میفته دولت‌های اونها توی ردلاین قرار دادن. ما دوباره تاکید میکنم توی جشن راهنمایان گردشگری که جمعه هفته قبلی برگزار شد، آقای وزیر چند تا از سفرا رو هم دعوت کرده بودن. یکی از سفرا سفیر اسپانیا بود که این بنده خدا موقعی که توی اون جلسه شرکت کردید، اسم ایران رو از توی ردلاین کشور اسپانیا برداشت. خب این خبر خوبیه. حالا چند نفرشون میان دیگه بستگی به شرایط بعدی آینده کشور خودمون داره که ببینید چه اتفاقی میفته. حالا چند نفرش میان گیلان؟ آقای مهین اشاره کردن، دوباره من ارجاع میدم چون من از اول جلسه نشسته بودم. چند نفرش میان رشت؟ آخه چند نفرش چرا باید بیان رشت؟ میگن مگه رشت چی داره که ما بیاییم رشت؟ منظوری نیست که رشت هیچی نداره، استان گیلان هیچی نداره. ماهایی که گیلانی هستیم چه کار کرد؟ آیا اومدیم بگیم که مثلا توی لاهیجان چهار بار؟ یه سرش ساده بود، یه لده که بریم ببینید چقدر مطلب به زبان آقایمون، خانمایی، دوستانی که انتظار داریم توریست روسی بیاد، انتظار داریم توریست انگلیسی بیاد، انگلیسی زبان منظوران هستش بیاد، ببینید سرچ ساده زنید چقدر مطلب در مورد مثلا چهار پادشاه شهرستان لاهیجان وجود داره. وقتی پرزنس نشده، وقتی شما نمیدونید، وقتی توریست نمیدونه که توی کشور ما شمال اصلا سرسبزی وجود داره، وقتی ایران رو هنوز ببخشید با کبیر و شطور میشناسن، بابا طرف میاد اینجا بسیار بسیار شده که خودتون شاید در خوبش اومده باشه، دوستانی که حالا با تجربه هستن دور اجرا کردن میدونن، طرف میاد اینجا مثلا برج میلاد رو میبینه، ساختمان های بلند پایمون رو میبینه، تعجب میکنه. و متاسفانه اینا از کمی و کاستی ما هستش که ما درست نشون نداریم. بفرمایید. خب سوال دوستان هستش که آیا ترافل ایجنت ها و یا افراد در واقع اندیویژوال درخواست تور به غیر از مسیر آدم هست میشه کلاسیک اسمایی هست که ما برای استان گیلان داشتن و یا پیشنهاد جدید داریم برای دوستان یا نه، و اینکه اگر پیشنهادی باشه استقبال میکنیم یا نه؟ درست دارم میگم همین سوالتون بده؟ خب عرضم به حضورتون که دوستان یکی از دلایل اصلی که حالا ما شروع به فعالیتمون از استان گیلان شد این هستش که استان گیلان در مسیر راه ابریشم قرار داره. در ابتدای پاسخ به شما باید عرض کنم دوست من که بله، ما داشتیم همین الان
حالا به خاطر که مرز آذربایجان با ایران بسته است، مسیر زمینیمون بسته است، یه ذره تعداد توریستامون کمتر میشه. ولی همین الان من اتفاقا ما ویدیو ساختیم حالا برای به سازمان میراث فرهنگی هم ارائه کردیم این ویدیوها رو. بیشتر توریستایی که با ماشینای خودشون با موتورهای خودشون میخوان وارد کشور بشن، ما خیلی گردشگری داریم که با موتورها و ماشینای خودشون از ایران عبور میکنن و از مرز ترکیه مثلا وارد میشن، از مرز باجگیران خارج میشن. اینها در واقع استان گیلان توی مسیرشون قرار میگیره. این یکی از پکیج هایی هستش که ما داریم روش کار میکنیم و بهشون بله ارائه میدیم و میان اینجا در واقع اقامت دارن. حالا توی استان گیلان ما خیلی داشتیم سوابق و عکس و فیلماش همش مشخصه. حالا اسم تحقیق رو هم سرچ کنید توی گوگل و به نسبت تور، حالا خیلی هم من تو مترجم رسمی هم هستم به عنوان مترجم همزمان من نمیشناسم، بزنید فیلم ها و تورهایی که تو استان گیلان برگزار شده توسط خارجی ها موجوده و اینکه استقبال میکنیم بعد چرا که ما اینجا هستیم اصلا برای همین. هر ذهنی هر کدوم از شما عزیزان که اینجا نشستید یک نیروی حالا خیلی بلفل و بیشتری ها نیروهای بلقوه هستن که نیازمند استارت دادن هستن. هر چیز جدیدی که به ذهن شما عزیزان میرسه و به ذهن ما آژانسیان نمیرسه و ما با کمال میل استقبال میکنید اگر بتونیم روش کار بکنیم. درود و سلام عرض کنم خدمت اساتید درس من. من تصور میکنم که فکر کنم البته تصور عمومی گردشگران خارجی نسبت به تصور عمومی گردشگران خارجی نسبت به ایران با تصور خروجیشون خیلی فرق میکنه وقتی بایدن وضعیت ایران ببینن با توجه به تطبیقاتی که ایرانی میشه هم کنید. دوست از اون میفرمایند که تصور خارجی‌هایی که به ایران میان قبل از ورودشون با تصورشون بعد از ورودش بعضی که ایران رو میبینن فرق میکنه یا نه؟ عرض به حضورتون دوستان، شمایی که اینجا نشستید روی این صندلی‌ها و دارید زحمت میکشید این دوره رو میگذرونید، اطلاعات کسب میکنید، یاد میگیرید و با دانش میرید روی تور در و تور رو اجرا میکنید، شماها تک تکتون مسئول همین موضوع و پاسخ سوال این دوستمون هستید. بله قطعا فرق میکنه. هر کسی که میخواد بیاد ایران اول از همه از ایران میترسه، اول از همه توی راه رفتن توی خیابونای ایران میترسه. همین اتفاقاتی هم که توی کلاس الان مطرح توی کارگاه مطرح شد، این اتفاقات هم دامن زده میشه. متاسفانه ما پروپاگاندا زیاد داریم، تبلیغات منفی علیه ایران خیلی زیاد داریم و میترسن. به این خاطر هم به راهنما اعتماد میکنن. من میدونم 90% یا شاید بگم 98% از توریستایی که میان داخل ایران با دید خوبی از ایران خارج میشن، چون ناخودآگاه چهره واقعی ایران رو میبینن، آدم‌ها رو میبینن که چقدر مهمان نوازن. همون بحثی که دوباره تکرار می‌کنم مطرح شد توی اینجا، میبینن که آدم‌ها دعوتشون میکنن. حالا اون 20% که استاد مایی فرمودن آره میان سوء استفاده میکنن، ولی 80% آدمای ایرانی‌ها آدمای خوبی هستن، مهمان نوازی هستن و موقعی که یک توریست در میره از ایران، اون هم واقعا یک سفیر گردشگری ایران خواهد بود.